تو عقب وایستا، من واسه آزادی تو جونمو میدم. من روزبه خادمیان هستم، 32 ساله، اهل سنقر کرمانشاه و ساکن پردیس کرج. کارشناسی حسابداری داشتم اما شغلم موبایل فروشی بود. یه مغازه کوچیک موبایل فروشی داشتم که از طریق اون خرج خودم در می آوردم و کمک کار خانواده‌ام هم بودم. بدنسازی و فوتبال ورزش‌های مورد علاقه هم بود و هوادار تیم استقلال بودم و از سواری هم علاقه زیادی داشت. من همون جوانی هستم که وقتی قیام سراسری در دادخواهی خون مهسا امینی شروع شده بود، این عکس رو استوری کردم و خطاب به دختران شجاع میهنم که به خیابون اومده بودن تا مرگ دیکتاتور رو فریاد بزنن نوشتم که تو عقب وایستا، من واسه آزادی تو جونم رو میدم. و این آخرین استوری من بود، همان داستانی که روز چهلومم مادر قهرمانم سر مزارم براتون تعریف کرد. تو آخرین استوریش نوشته بود شما عقب وایسی، من برای آزادی شما جونم امیدم. پسرم جون شد، پسرم جون شد، پسرم جونش رو فدای ملت کرد، پسرم جونش رو فدای ایران کرد. و در زمین روزهای پایانی شهریور 401 خیابونای کرج رو ما جوانا تسخیر کرده بودیم و زمین رو زیر پای مزدورای حکومت به لرزه درآورده بودیم. شب 30 شهریور تظاهرات که تموم شد، من رفتم تو خونه دوستم. پاسدارای موتورسوار وحشی خامنه‌ای به خونه دوستم ریختن. وحشیانه درو شکستن و وارد خونه شدن. اونا از فاصله 2 متری به من شلیک کردن. من از ناحیه کمر و کتف مورد اصابت 4 گلوله مزدوران قرار گرفتم و غرق در خون شدم. ساعت 11 همان شب به پدر و مادرم زنگ زدن و اطلاع دادن که برای دیدن من به بیمارستان بیام. اما وقتی پدر مادرم اومدن با پیکر خونین و بیجان من مواجه شدن. روز بعد در میان تدابیر شدید امنیتی و در حلقه کوچکی از آشنایان و خانواده‌ام، منو تو آرامستان بهشت سکینه کرج با تمام آرزوهای برآورده نشده‌ام دفن کرد. روز تولدم که اومدین پیشم و برام جشن تولد گرفتین، فهمیدم که راه ما ادامه داره و من مطمئنم آرزوی اصلی من یعنی آزادی با رزم شما جوونا و به ویژه شما دختران شجاعی که بهتون گفتم عقب بایستین تا من جونم رو واسهتون بدم برآورده خواهد شد. اون روز من در لبخند شادی و طلوع صبح آزادی زنده خواهم بود.